بینندگان عزیز سلام و درود فراوان به علی جان شو. خوش اومدید قسمت دوم علی جان شو در آژانس فضایی کانادا. الان در جایی که من هستم اسمش هست های بیز و همونطور که میبینید کانادا آرم، رپلیکای کانادا آرم پشت من هست و دستگاه پشتم هست. اینا مثل که میخواد بره به اینترنشنال سپیس استیشن. اینا هم ماکت هایی هستن که سیامک جان میخواد ما توضیح بده. با ما باشید بینندگان جان عزیز در آژانس فضایی کانادا قسمت دوم علی جان شو با سیامک جان. لبخندم فراموش نشه. خب بینندگان جان عزیز با سیامک جان هستیم. الان ایشون میخوان به ما توضیح بدن. سلام سیامک جون. سلام. خوبه؟ میخوان به ما توضیح بدن در مورد این ماکت هایی که الان رو میز داریم. خب سیامک جان، بینندگان جان های من و ما و من و ما همگی همه حاضریم. بگوشیم. خیلی عالی. سلام و درود به همگی دوباره. آره اگه یادتون باشه من صحبت کردم در ماهواره که من روشون کار کردم، اولیش به شما نیوسات رو من انتروڈیوس کرده بودم که یک ماهواره‌ای هست که یک تلسکوپ داره، بسیکلی یک کامرای هست و یک تلسکوپ که میتونه از سنگ‌های فضایی یا همون سیارک‌ها عکس بگیره اونایی که خطر دارن به زمین بخورن. اندازه این ماهواره تقریبا میشه مثل یک حالت چمدون داره، اندازه چمدون مثلا یه 70-80 کیلوگرم و اینو ما با این پی اس ال وی که یک موشک هندی هست از هند فرستادیمش. بله این خودکارم هست در این حال. خب و میدونی که ماهواره رو بخوام بفرستین یعنی شما خودکار فرستادین فضا. ببینید اینجا نوشته، اینجا یه ماکته یک در 300 با این چیزا فرستادین فضا. آقا فکر نمی‌کردم خودکاره. اوکی آره این خودکاره. امضا کنی باش. فضایی هم امضا میکنه نه؟ خیلی قشنگ فضایی. خب بعد خلاصه این 300 برابر، یعنی 300 برابر کوچیک‌تر این. درسته. و وقتی ماهواره رو می‌خوام بفرستن توضیح بدم، شاید بهتره با این موشک توضیح بدم. ماهواره رو می‌خوام بفرستیم تمام به قول معروف اون سوخت برای این موشک زیر این از پایین تا این زیر. درسته. و این قسمت بالا هستش که بهش میگن فیرینگ، یعنی جایی که یک فضایی که خالیه که اونجا ماهواره رو میذارن. درسته. حالا ممکنه حتی انسان هم مثلا بخواد پرتاب بشه، اون تقریبا بالا هستش که ماهواره یا انسان ها رو میذارن فضانوردان بالا بعد میفرستن به فضا. پس کل این سوخته. آره اینجا موتور هست و سوخت، یعنی اینجا مثلا این قسمت اینجا مثلا ناکنی فالکن 9 بیشترش همه سوخته، دو نوع سوخت مختلف که با هم میکس میشه. اینجا موتور هستن، 9 تا موتور داره برای همش میگن فالکن 9. درست. اینم میشه طبقه اول و اینجا طبقه دومه که وقتی این طبقه اول بعد از درمان یکی دو دقیقه سوختش تمام میشه رها میشه، برای اینکه سنگینیشو میخوان بیشتر سنگین شرایط سوختش، ولی اون رها میکنن که این برگرده. البته این کار قبلا نمیکردن ولی همونجوری صحبت کردیم برمیگرده به طرف زمین و میشینه روی زمین یا روی بوت. دو تا بوت هم دارن. چقدر جالب. آره قسمت دومش هم طبقه دومشه که وقت اون ادامه میده برای بردن اون ماهواره توی محور زمین. تو محور. الان این ماهواره تو محور هستن؟ آره این تو محور. خب تقریبا 800 کیلومتری، این یکی هم تو محور تو تقریبا 500 کیلومتری. این یکی یک آنتن خیلی جالبی داره، آنتن AIS بهش میگن، اتوماتیک آیدنتیفیکیشن سیستم، برای همونجوری گفته بودم برای کلکت کردن سیگنالای کشتی‌ها و قایق هاست. درسته. که اینجوری اگه زمین جوش اینجوری پرواز میکنه، یا حالا پرواز که نمیکنه ولی داره دور محور زمین میره. درسته. و تمام اینجا اگه فکر کنیم مثلا سطح زمین باشه، تمام اون اشعاعاتی که یعنی اون سیگنالایی که از بوت ها و شیپ ها و قایق ها میان اینجا کس میشه. معمولا ماهواره ها وقتی نگاه میکنید این قسمت ها همیشه سولر پنل هستن که خورشید وقتی بهشون میتابه بتونن خورشید رو به الکتریسیته. اتفاقا من این سوال میخوام ازت بکنم. از سوال میخواستم انجام بدم. این ماهواره الان سوخت داره یا بدون سوخته؟ این ماهواره و این ماهواره هیچ کدوم سوخت ندارن. درسته. خیلی ماهواره ها سوخت دارن، معمولا ماهواره که بزرگتر هستن. درسته. این ماهواره هم تقریبا از این که گفتم مثل یک چمدون میمونه، سایز چمدون بزرگ. این هم تقریبا سایز یه مثلا واشینگ ماشین میمونه. ماشین انقدی. درسته. این هم مثلا تقریبا 80 خورده کیلوگرمه. اینا چون کوچیکن سوخت ندارن، ولی اون ستایی که رادار ست هستن که ما داریم میسازیم و ستاشون رو میخواییم بذاریم توی یه دونه راکت فالکن 9 بفرستیم به فضا، اونا سوخت دارن و وقتی که سوخت شما داری میتونی اون محورتو کنترل کنی.
وقتی مثلا ممکنه حالا آتش‌خاله‌های فضایی بهش میگن آتش‌خاله فضایی مثلا باشن اینا رو ترک میشن و اگه مثلا احساس کنی که کلکولیت کنی ببینی که ممکنه به طرفت دارن میان اینا یه سری سیستم هست که اینا میشنن محاسبه کنن و شما میتونید خودتون حرکت بدین. درسته. اینجوری نیست حرکتش. باید یه تراست بزنین و محورتون رو عوض کنین، حالا بالا بیارین یا پایین بیارین. درسته. تو جزئیات نمیخوام برم، ولی سوختش بیسیکلی برای اینه و وقتی سوخت تموم بشه عمر اون ماهواره تموم شد. درباره ماهواره خیلی صحبت‌های خیلی طولانی داره. من وقت نمشد دفعه پیش نگفتم که من تو دانشگاه هم تدریس میکنم، بعد کلاسای دیزاین طراحی ماهواره ها و کنترل سیستم های کنترل میدم و خیلی چیزای مختلف هست درباره ماهواره که بخوایم بگیم، ولی خب وقتی نیست که تمام صحبت کنیم. ولی مطمئنا سوخت یه مسئله خیلی مهمه. وقتی سوخت تموم بشه برای ماهواره که سوخت دارن دیگه، آره دیگه، مثلا اگه جوهر این تموم بشه دیگه نه آشغاله. ولی خب نه آشغال هم نیست، یه چیزی میتونی نگاش کنی. آره نه قشنگ، من خوشم میاد. خب الان اینا چیه؟ بازم تو اسباب بازی تو بودی اینجا. قبلا دیدیم بله، حتی اینا بیشتر از اسباب بازی هستن. میدونم اسباب بازی بزرگسالا. بله. من اینا رو توی آفیس هم میذارم، وقتی میرم توی آفیس صبح اینا رو نگاه میکنم، مثلا خوشحال میشم. این استاد پروفسور تونسول هستش که با چمدونش حالا کجاش میخواست بره یادم نمیاد. میلو هست با اون لباس فضاییش که برای ماه بود که رو ماه را بره بزن، مشکل نمیدونم چجوری پاهاش رو میتونه حرکت بده ولی جالبه به نظرم. و تن تن و کاستوفیار هم آورده بودم چون دفعه پیش سوالی کرده درباره صدا و اینا، گفتم مد کاستوفیاره که میدونی صداش خیلی خیلی بلند بود و میتونست شیشه های اینجا رو بشونه. درسته. من فکر کنم اگه اونم داد بزنه تو فضا فکر نکنم 10 متریش هم یه متریش هم باشی نمیتونه بشنوش. اوکی. بعد دهنش باز میشه. حالا اولی هنوز میتونی برای عروسی دعوتش کنی؟ حتما. برای عروسی تو بانکه ما عروسی قرار بود تو ایسکا فضایی باشه. راست میگی، اونجا صدا. اوکی. پس بهتر دعوتش نکنی چون امکان داره اونجا بعد مشکل برش پیش بیاد. یه چیز دیگه برات آوردم. بله، شما فکر میکنی فقط اسباب بازی بزرگسالا رو داری؟ من خودشو دارم. بله. اصلا میخوای کلا لندشو انجام بدم؟ عالی. تموم شد. واقعا برای چیه؟ خیلی قشنگه. خواهش می‌کنم. من موزه گفتم موزه تن تن دارم، اگه خواستی حالا یه بار تو بنا ازن اینترویو کن. بیا اونجا. موزه تن تن. اگه این چیزای تن تن تو مثلا لازم نشه خواستی بریزی دور، نزدیک خونه ما اینا رو بنداز. برای چی بریزم دور؟ اگه خواستی وقت نزدیک خونه آشغالی هست. تو هم اگه مثلا چیزی خواستی اینجا بریزی دور، مثلا کانادا آرمی چیزی، مثلا یه ماهواره‌ای مثلا من میتونم نگه دارم. من چه چمدونه دیگه، مسئله نیست. دقیقاً. سیامک جان، این ماهواره جریانش چیه؟ یه صحبتایی هست که دربارش کرده بودی. درسته. تو درسته. این ماهواره همون RCM یعنی رادار سات کانستلیشن میشن هست که بهتون گفتم سه تا ماهواره هست، هر کدوم یک و نیم تن هست وزنش و سه تاشون با هم کار میکنن تو محور زمین و این سال دیگه قرار پرتاب بشه به وسیله فالکن 9 اسپیس اکس صحبت کردیم و اینا بیسیکلی کارشون اینه که عکسای رادار از زمین بگیرن و یکی از مهمترین کانتریبیوشن‌های کانادا توی قسمت رادار ایمیجری بوده که از رادار سات 1، رادار سات 2 و حالا RCM هست. اندازه اینا هم 1/40 اندازه واقعیه. درسته. پس این سایز اصلیشون نیست. نه اینا خیلی کوچولوان، هیچ کاری نمیتونن بکنن اینجوری. اینا منم میتونستم بنزم هوا. البته بعضی ماهواره کوچولو هم ما داریم. آه داری؟ آره بهشون میگن نانو ساتلایت. آها درباره اون الان نمیتونی صحبت کنی فکر کنم. کوچولو موچوله نه نمیتونی صحبت کنی، ولی ما توی آژانس فضایی تا حالا نداشتیم. نداشتیم. خب سیامک جان، این همون M3M ساته که دربارش صحبت کردی. دقیقاً علی جان، این M3M ساته که الان سایزش 1/3 سایز واقعی رو می‌بینین اینجا، همونی که توی هند 2016 پرتاب کردن به فضا و به قول معروف اون آنتنا، اون لوک آیکونیکش آنتناست که منشنم کردم که گروه ایرانی کانادایی هستن توی دانشگاه واترلو، پروفسور نعیمی هستن. درسته. ایشون با استودنت های پی اچ دی و غیره
روی این کار کردن طرحش و ساختش توی کمپانی کامیدف بود که هانیوا شده. در صورت این خیلی اینترستینگ از نظر اینکه با این مقدار کوچیک بودن ماهواره میتونه تمام این سیگنال ها رو جمع کنه از کشتی ها و قایق ها و به زمین پس بفرسته. بعد دانشگاه واترلو هم توی شهر واترلو در پروینس آنتاریو وجود داره. دقیقاً. درسته. دقیقاً. خب یعنی اگه مثلا من یه قایق و کشتی بگیرم برم دیگه هیچ وقت گم نمیشم. درسته؟ آره اگه بهت زنگ بزنم بگم منو ببین من کجام تو سری میتونی من اولی فکر کنم ارتش بفهمه کجایی. من میخوام تو بفهمی. حالا شاید پس یه کارایی بکنیم برای مورد. چون من هانیمون میخوام برم تو کشتی. پس قایق کشتی هم داری؟ شاید. من دعوت که میکنم دیگه. آخه ببین باشه دعوتت میکنم خوبه حالا دوست داری هانیمون تو کشتی هم میتونی بگیری هانیمون ولش حالا کشتی فضایی کشتی دریایی فرق همشون نداره. کشتی هم آره همشون کشتی هستن باشه خوشحال میشم بیام توی سفینه دریایی خب سیامک جان برای اومدن بیرون لباسمون عوض کردیم که یه خورده تو آفتاب آفتاب بگیریم آره بچه‌ها برگشتیم داخل دوباره لباسای داخل میپوشیم بله بله بلکه آره. گرم بود من بلیزرم میدونم منم آستین کوتاه پوشیدم میخورده گرم هم بود و اینا خلاص مرسی که با من همراهی کردی خواهش کنم خب سیامک جان درباره آنتنی که پشت سرمونه خورده توضیح بده از آنتن تلویزیون من یه خورده بزرگتره مثل این که آره این آنتن یه ذره بزرگتر از تلویزیون شماست این آنتن قطرش 10 متره و برای کماندو کنترل ماهواره‌های کانادایی ما الان 4 تا ماهواره داریم با این کنترل می‌کنیم و کاری که می‌کنیم از ما یه سنتر اپریشن داریم اینجا برای مرکز کماند کنترل و یه سری کماند هر وقت که ماهواره در موقعی به خصوص توی آسمون باشه ترکش می‌کنیم و بهش یه سری کماندا می‌فرستیم اون کماندا رو عمل می‌کنه و به ما یه داده‌های پس میده که اینجا دوباره انالیز میشه درباره سلامتی ماهواره درباره چیزهای غیرش و این از این آنتنا به اینجوری جای دیگه مختلف کانادا هم هست جغرافیایی مختلف برای که بتونین با ماهواره در تماس بشین برای اطلاعات که کسب کنین اینا پس یعنی اون ماهواره M3 M7 که به من نشون دادی درسته از اینجا میتونه اطلاعاتش از اون ماهواره میتونه به اینجا وارد بشه درسته آره اطلاعاتی که برای کماند کنترل ماهواره است ولی اطلاعاتی که برای وقتی کشف میکنه اون قایقی که صحبت کردیم اون یه چیز دیگه توی اوتاوا به قول معروف داونلینک میشه به طرف زمین فرستاده میشه این فقط برای کماند کنترله و برای بازی کامپیوتری میتونیم استفاده کنیم بازی کامپیوتری بخوای استفاده کنی فکر کنم قدرت زیاد بشه ممکنه بازی دفعه بازی مثلا حقیقی بشه دفعه درست باتری بسوزه باتری بسوزه خب باشه بسیار عالی مرسی که توضیح دادی اون موشکی که من جلوش ایستاده بودم درست میشه درباره اونم توضیح برای بینندگان جان عزیز بدی باشه سری بهتون بگم اون اسمش از بلک برند فکر کنم نوشته بود منشن کردی نه ولی سیاه یعنی برند سیاه خوب. بلک برند خوب. و این یه موشک قدیمی مال کانادا است که بعد از جنگ جهانی دوم درست شد تولید شد موشکی است که به عنوان معروف منحنی‌های پارابولیک رو میتونه انجام بده یعنی میرسه به فضا یه طبقه داره میرسه به فضا هم چون صحبت کردیم بعد طبقه دوم نداره که بتونه اون جسمی که باهاش هست اونو دور محور زمین بگذاره و که اون محور ادامه پیدا کنه برای همین میره زیر به فضا یه چندین صد ثانیه تو فضا شما غیر از بیرون از جاذبه زمین هستین و بعد برمیگرده اون سیستم برمیافته میفته زمین مثل اینکه شما اینجا مثلا یه سنگ بندازم خب به یک ارتفاع ماکسیمم میرسه خوب. بعد برمیگرده یعنی اگه مثلا شما حالا این الان دیگه استفاده نمیشه میشه از برای تو کانادا دیگه استفاده نمیشه ولی میدونم که کمپانی که هنوز اینو میسازه مجلن هست یعنی اسم قدیمش بریستول بود هنوز فکرم تولید میکنه تو وینیپک هستن اگه اشتباه نکنم و اینا رو میفرستن به بعضی جاهای مثلا به آمریکا فکرم میفروشن یا به کشورهای دیگه که اونا استفاده مختلف ازش دارن ولی خود کانادا دیگه استفاده ازش نداره. اگه روماه با اصل خانم بودی من پیتزا میتونم دلیور کنم با این موشک برات فکر کنم پارابولیک بشه بیرسی و برگرده به زمین خب پیتزا بعد رها میشه رها برش میکنی؟ آره دیگه خب اشکال اگه پیتزای آره من پیتزای ویجیتریان دارم سعی میکنم این همه راه ویجیتریان میخوای حالا ولی دو تا چیزم روش بذاریم بفرستیم برات. حالا میخوای نس بزن. باشه نس بزن. آلویدرس نس. آه نس میخوای. نس. البته از اثر خانم باید سوال کنیم ولی چون ایشون صحبت کنه تو صداشو نمیشنوی اوردرشو اتیجنس بگیری. اوکی. خب برگردیم استودیو پس. برگردیم. برگردیم داخل لباسمون رو عوض کنیم بریم داخل ببینیم چه خبره داره. حتما. بیننده‌ها با ما باشید. خب سیامک جان مطمئنین محکم وصله به بالا چون من زیرش وایسادم. منم زیرش وایسادم. محکم. خب راست میگی قدت از من بلندتر اگه چیزی بشه اول خب
ولی دست نزنی. تو میگیری فشار افتادنش رو، نه دست نمیزنم. خب اصلا این چی هست؟ به سرعت بهتون میگم، این الویت وان هست که خوب. اولین ماهواره کانادا است و با این ماهواره کانادا سومین کشوری شد که در دنیا ماهواره خودش رو در فضا داشت و این به قول معروف پدر پروگرام فضایی کانادا آقای جان چپمنه که شما اونجا میبینین و اسم این سنتر ما اینجا هدکوارتر ما هم هستش جان اچ چپمن سنتر سو اسپیس سنتر. بعدم از اینجا اگه بریم میتونیم تمام کارهایی که کانادا در اسپیس و کانتریبیوشن هایی که کرده که شما سوال کرده بودین دونه به دونه همه هست و عکسایی هست از فضانوردا میتونه شما همه رو ببینید. فضانورد خب بسیار عالی. پس کشورهایی که تو فضا بودن اول روسیه بود، اول روسیه بود، بعد آمریکا، سپوتنیک. سپوتنیک یعنی اولین کشوری که حتی ببخشید من ازت یه سوال من دارم، اولین انسانی که به فضا رفت کی بود؟ یوری گاگارین. اشتباه گفتی دیگه، تن بود. درست بله، تن گفتم بهت. تن اول به فضا رفت. ولی خب تن و میلو و هادوک و تورنسال و یکی دیگه هم قایم شده اون زیر. آره اون آقای چیز بود که بده بود اومد ببره فضا بعد نشد، بعد بیهوش شد، بعد رسیدن زمین. بریم حتما اینو بخونیم، این داستان خیلی خوبیه. هدف ماه بله، پس کانادا هم سومین کشور بود بعد از آمریکا. بعد از آمریکا، درست. بینندگان جان عزیز، با سپاس فراوان که با ما همراه بودید با برنامه علی جان در آژانس فضای کانادا، با تشکر فراوان از آقای دکتر سیامک تفضلی و تمام کسایی که کمک کردن که ما امروز اینجا باشیم. بینندگان جان عزیز، خب من خیلی خوشحالم، هنوزم خوشحالم و قبل از اینکه برم، سیامک گفت به این دگمه دست نزنم. منم که میدونید دوست دارم به دگمه های قرمز دست بزنم، همینی که هست. علی دست نزن. چرا دست نزنم؟ علی جان خواهش میکنم دست نزن. متاسفم علی، دست نزن عزیز، مجبورم دست بزنم. دست نزن. دست زدم. چی کار میکنی حالا؟ It's okay.